سلام به شما، به شما عزیزان در ایران و هر کجای این جهان که در این ساعت به تماشای تفسیر خبر از شبکه تلویزیونی ایران فردا نشستید. جمشید چالنگی هستم، در ساعت پیش رو از واشنگتن با شما خواهم بود. مهمترین رویدادهای ایران و آنچه را که در منطقه و عرصه جهانی در ارتباط با ایران و مردم ایران می‌گذرد بررسی میکنیم در برنامه جمعه شب تفسیر خبر. آنچه که در ارتباط با برنامه اتمی ایران در ژنو میگذرد، وضعیت حقوق بشر در ایران و قطعنامه صادر شده مجمع عمومی سازمان ملل در این زمینه، انفجارهای بیروت در برابر سفارت جمهوری اسلامی در پایتخت لبنان و موضوعات دیگر که در میان خواهیم گذاشت با میهمانان جمعه شبهای تفسیر خبر در لندن آقای دکتر علیرضا نوری‌زاده و در واشنگتن آقای دکتر محسن سازگارا. با شما عزیزان خواهیم بود تا لحظاتی دیگر. با سلامی دوباره به شما عزیزان، این برنامه رو همزمان با انجام مذاکرات ژنو به خانه های شما می آوریم و در صورتی که این مذاکرات به نتیجه ای روشن، کاملا روشن در ارتباط با وضعیت برنامه اتمی ایران برسد، برنامه ویژه ای خواهیم داشت که عرضه خواهیم کرد از طریق شبکه تلویزیونی ایران فردا لندن. و اما آقای نوری‌زاده عزیز در لندن، سلام به شما. درود بر شما جناب چالنگی عزیزم، درود بر دکتر سازگارای نازنین و همه بینندگان و شنوندگان ایران فردا، به ویژه در خانه پدری. آقای نوری‌زاده، به وضعیت حقوق بشر در ایران خواهیم رسید که بسیار مهم هست، اما پیش از اون، آنچه که در حال حاضر در عرصه بین المللی در ارتباط با ایران هم مهمه، مسئله اتمی ایران هست. مذاکرات ژنو یک حالت کجدار و مریضی پیدا کرده، ظاهرا نتیجه شفافی تا این لحظه که ما برنامه را عرضه میکنیم دیده نمیشه یا رو به نتیجه روشن، کاملا روشن. ارزیابی شما رو بشنویم. جناب چالنگی عزیزم، اول من خدمتتون عرض بکنم حکایت جام زهر 598، قطعنامه 598، به خاطر اینکه آقای خمینی این شجاعت رو داشت که رسما بگه من دروغ گفتم، تو پاریس یه چیزی گفتم، حالا یه چیز دیگه میگم، آره من دروغ گفتم، قدرتش هم دارم دروغ بگم، هیچ کم نمیتونه حرفی بزن، این رو داشت خمینی. بنابراین روزی که محسن رضایی رفت و اون ناله ها رو کرد و لیست رو بهش داد و آقای رفسنجانی گفت اگه بریم جلو باختیم، آقای خمینی اومد جام زهر رو سر کشید، گفت مسئولشم منم، یعنی مسئول اون 300-400 هزار کشته اضافه و ویرانی های بعد از فتح خرمشهر و دفع تجاوزی رو، گفت منم، خیلی رک و سری. و انقدر بار این مسئولیت و این گناه و جنایت سنگین بود که یه سال بعدم ایشون رفت به رحمت خدا، حالا اسمشو بگذارم، یا رفت آنجایی که باز آمده کیست تا به ما گوید راست. آقای خامنه ای نه این شهامت رو داره و نه اصولا از ابتدای حکومتش یک لحظه با مردم صداقت داشت. من حرفای ایشونو گوش میکردم به بسیجی ها و افراد سپاه، اگر کسی این حرفا رو ارزش براش بگذاره، به قول این ولی ها ایوالویت بکنه و بعد ولیو بذاره، یعنی بگین قیمت داشت، قیمتش میشه منهای 100 هزار،
برای اینکه این حرفا دروغه، این حرفا معنا نداره. از یک طرف آقای محمد جواد ظریف میاد میگوید من محمد جواد ظریف به نمایندگی از ملت ایران میگویم. مشکل ایجاد نکنیم، یه بحران علکی درست نکنیم. ما مرد میدان صلحیم، صفاییم. ما برنامه اتمیمونو میخوایم برای پیشرفت، دیگنیتی، برای کرامت انسانی. و البته یادش میره کرامت انسانی تو کهریزک به باد رفت وقتی به بچه های مردم تجاوز میشد. کاری ندارم. ایشون میگه ایرانی تو دینهش هست، زیر بار زور نمیره، آزاده است، حقشو میخواد، این حق مستم. همه اینو درست، پیامی خطاب به عالم و همه هم این خطابو میبینن، خیلی هم زیباست و میگن باریکلا ظریف چقدر قشنگ حرف میزنه. اما همون موقع آقای خامنه میاد مرگ بر آمریکا. بعد زشته که رهبر یک کشور نسبت به یک کشور دیگر بگوید این جرثومه یا کثافت صهیونیست آشغال نمیده، با این لحن راجع به کشوری صحبت بکنه که هر چقدر در تبلیغاتشون تند باشن ولی هرگز جسارت به فرد به ملت ایران هیچ نکرد. آقای خامنه‌ای به این ترتیب آقای ظریف رو بدرقه میکنه برای ژنو. خب شما چه انتظاری دارید؟ پس پرده آقای ظریف میگه آقا دستای ما بالاست، ما اومدیم یه فرمولی بدیم ما آبرومون حفظ بشه، این جام زهر رو رهبر پشت پرده بخوره، جلوی مردم ننوشد. خارجی هم میگن آقا جان ما 10 سال بهتون اجازه دادیم جام زهر رو، اصلا نه شربت و شربت گوارا گذاشتیم جلوتون تو سعدآباد، بنوشید. شما خودتون نخواستید این کارو بکنید. الانم دیگه مجالی برای این بازی ها نیست. گویا اینکه آقای اوباما و وزیر خارجهشون بعدشون نمیاد که با آقای خامنه‌ای کمک کنن پشت پرده جام رو بنوشن، ولی فرانسه یقشون رو گرفته و گفتگوی آقای روحانی هم با نخست وزیر بریتانیا آقای کامرون تو همین محور دور میزه. آقا یه فرمولی به ما بدید که این رهبر معظم ما آبروش رو حفظ کنه که گفته اتمی به قرآن و امام زمان وصله. اینو اجازه بدید، ما الان تو این نقطه هستیم. حالا انشالله من زیادتر صحبت نمیکنم، دکتر سازگارا صحبتش رو، ما بعد میرسیم به اونجا که موارد اختلاف چیه. بله حتما به این نقطه خواهیم رسید، اما پیش از اون پرسش های دیگری هم هست که در میون خواهیم گذاشت. بدون تردید آقای سازگارا در واشنگتن، سلام بشون. عرض سلام و ارادت دارم خدمت شما آقای چالنگی، آقای دکتر نوریزاده عزیز و همه بینندگان گرم. آقای نوریزاده اصطلاح قابل توجهی به کار بردم، ولی و گذاشتن ولی فقید ارزش دادن یا ارزش گذاری هر چی که هست. ولی و ولایتش ایشون طرح شاعرانه دارن کافیش کردن. برحال آقای سازگار در همین مسیر هم نیویورک تایمز چیزی نوشته، مطلبی نوشته که این صحبت‌های آقای خامنه‌ای برای بیشتر مصرف داخلی بود. بله. خب این داخلی که بشه مردم ایران بالای 170 میلیارد دلار هزینه تا حالا دادن حداقل دست کم برای برنامه اتمی ایران. همین به راحتی میشه این هزینه ها رو نادیده گرفت؟ با چنین حرفای این هزینه ها رو لاپوشونی کرد، از اینه برنامه های اتمی جمهوری اسلامی رو؟ والا آقای خامنه ای حرفایی که زده در جمع فرماندهان بسیجی بیشتر به نظر میرسه، من هم با نیویورک تایمز موافقم، بیشتر مصرف داخلی داره به این معنی که این حضراتی که نگه دارنده یه تخت و تاجش هستن و جای ایشون رو نگه داشتن، میخواد اونها رو آروم بکنه و بگه که من قهرمان همون مبارزه هستم و کوتاه نمیام. صحبت‌های اخیر ایشون در واقع یک محورش هم این بود که تن خودش رو هی سعی کرد ایشون کنار بکشه و گفتش که من در جزئیات دخالتی ندارم، البته تیم مذاکره کننده باید پشتیبانی بشه، کار اجرایی سخته، کار اجرایی دشواری داره، ولی من قدمی از به اصطلاح سر سوزنی از حق مردم نباید کوتاه بیام. منظور از حق مردم حرفایی است که خود ایشون زده،
و ضمناً من توی جزئیات نیستم. به نظر من جا رو باز گذاشته ایشون که اگر فردا همین طرفداراش بهش همین خورده‌ای رو که الان شما دارید میگیرید به حق گرفتن که آقا 10 سال وقت مملکت رو تلف کردی، میلیاردها دلار خسارت زدی به کشور و آخرش هم هیچی به هیچی، بگه من در جزئیات نبودم، خودش رو کنار نگه داره. ایشون خودش براش مهمتر از مملکت و منافع و ملت و همه چیز هست. به هر صورت به نظر من حرفای آقای خامنه‌ای که انصافا از دایره ادب هم ایشون خارج شد، نشون میده چقدر عصبی و ناراحت. اسرائیل رو گفت سگ هار، حتی اسم حیوان روش نمیشه گذاشت. از آمریکا رأس استکبار. میدونیم اینا در شأن هیچ کس نیست موقع صحبت کردن، ولی شما با دشمنترین دشمنت هم بخوای خطاب بکنی. به این دلیل به نظر من بیش از هر چیزی ارزیابی من از صحبت‌های آقای خامنه‌ای این است که آشفته، عصبی، ناراحت و حسب معمول در وسط دوراهی ایستادن، اون وسط وایستادن که خودش رو هر طرفی شد بگه بله. که من جای امن ایستادم. بله، و به حق مسلم مردم انرژی اتمی برای مصارف صلح‌آمیز، پزشکی و بقیه. و آیا سازگار حق مسلم مردم داشتن نان، کار، امنیت نیست؟ حتما هست، یا هوا یا آب. اینا که الان در ابتدای ترین مسائل آب و هوا و بعدم نان و شغل و زندگی و سرپناه و چرخش کارخانجات کشور و غیره، اینا حق مسلم تریه. زمین که اون حق مسلم مردم به موجب قرارداد NPT و اون معاهده پاریس که همین آقای روحانی امضا کرده بود، اونا تأمین شده بود، یعنی به ایران اجازه داده بودند که غنی‌سازی هم بکنه. صلح‌آمیز هسته‌ای رو دنیا اصلا مخالفتی نداره. به ایران میگن شما بیاید راکتورهای آب سبک که شائبه تولید پلوتونیوم 239 بمب اتمی نداره بذارید، همه مصارف پزشکی و مهندسیتون هم رفع میشه، صلح‌آمیزتون، دنیا پشتیبانی میکنه، کمک هم میکنه. و به هر حال به نظرم این حرف ها مشکلات چیزی سالا اگر وارد این بشیم که از ژنو چه توقعی طرفین دارن بیشتر میتونیم صحبت کنیم. حتما به این موضوع خواهیم پرداخت. خواهیم نوریزاده، به وجوه اختلاف که تا این لحظه ظاهرا در مورد پیشنویس هم این اختلافات وجود داره، طبعا وجود داره، این وجوه اختلاف های بخواییم خلاصه کنیم بین دو طرف چجور تفسیر میکنید؟ ببینید جناب چالنگی، آنچه در ژنو داره اتفاق میفته این است که تمام هم و غم نمایندگان جمهوری اسلامی و نمایندگان 5+1 حداقل بخش عمدهشون بر این است که یک توافقنامه موقت 6 ماهه به عمل بیاد، به موجب آن طرفین متعهد و ملتزم به انجام بعضی امور بشن. در این حال این دوره 6 ماهه دورانی است که اون بالون آزمایشی رو آسمانه و آزمایش میکنه که طرفین تا چه حد ملتزم به این تعهدات و وفادار به قول و سخنشون هست. حالا براتون عرض میکنم چیه. و بعد از 6 ماه یک پیمان نهایی است که همانا پیوستن ایران به بند الحاقی NPT است و اینه که ایران شفاف عمل میکنه در آینده، تمام تأسیسات اتمیش مفتوح و باز به روی بازرسان و هیچ عملی انجام نمیده جمهوری اسلامی که فردا صداش از جای دیگه درآمد. جمهوری اسلامی میگه بسیار خوب، من این پیمان یا توافقنامه موقت رو قبول دارم، اما یه شرط دارم. چیه شرط شما؟ خیلی خوب، من از این گذشتم که شما حق غنی‌سازی منو به رسمیت بشناسید. این در چارچوب پیمان NPT هست که هر کشوری در چارچوب فعالیت‌های صلح‌آمیز و استفاده‌های غیر نظامی از اتم
میتواند غنی‌سازی کنه در اون حد 3% 5%. خب من نمیخوام بیاد آمریکا رسما اینو بگه، از این گذشته 20% رو، غنی‌سازی 20% رو متوقف میکنه که اوردی کرده، سانترفیوژ های فعال رو تعدادشو کم میکنم، درهای فوردو و نتنز رو باز میکنم بیاید بازرسی کنیم. خب همونجا طرف مقابل میگه ببخشید ما یه جای دیگر هم باید ببینیم کجاست. فرانسوی میگه آب سنگین عراق، آمریکایی میگه پارچین. خب اینجاست که اختلاف پیش میاد. گرچه 5+1 ظاهرن باید متفق باشن، اما روسها به علت حضورشون در پارچین، به علت همکاریشون با ایران در صنایع موشکی و صنایع دیگر، اگر بازرسان برن ابعاد حضور نظامی روسیه آشکار خواهد شد. اینی که روسا میگن بسیار خوب، اونو بذاریم برای مرحله اتفاق نهایی. و بنابراین میخوام اینو خدمت رو عرض کنم، الان چانه زنی یک گرد عراقه که خیلی مسئله مهم است، و دوم میزان اختیار بازرسان در گشودن درها، تا کجا بازرسان میتوانن برن. اگر ایران معاف، ایران میگه من یک سلسله تاسیسات اتمی رو براتون مشخص میکنم که قبلا هم رجیستر شده اونجا، ثبت داده شده، شما بیایید و اینا رو بازرسی کنید. حالا ایران چی میخواد؟ ایران میگه من با این توافقنامه موقت از شما یه انتظار دارم، اعلام بکنید که عقوبت مجازات ها و تحریم ها شروع به ملغا شدن میکنه. اولیش اینه که نظام سویفت رو آزاد کنید که من بتونم از ذخایر ارزیم پول بردارم. فرانسه میگه میکنیم 5 میلیارد. آمریکایی‌ها با تلاش روسا و غیره گفتن بسیار خوب، حالا ممکنه این تا سقف 10 میلیارد هم بالا بره. جمهوری اسلامی نیاز به حداقل بین 20 تا 30 میلیارد دلار داره که گندکاری‌های آقای احمدی نژاد رو پاک کنن و بتونن مملکت رو سر پا نگه دارن. اینم دومی مسئله. حالا به حکومت، ولی مملکت هم در حال کلپسه دیگه، آدم خودش مشاهده میکنه. منظورم اینه این دوتا نکاتی است که محور اختلاف ها هست. موفق بشن آقای ظریف با اون پیامی که داد و اخباری که میرسه، حکایت از اینه که علارغم حرفای آقای خامنه ای که حرفای تظاهر و آبانه و برای این است که تلخی جام زهر روی خود کم بکنن، اومدن برای اینکه به توافق برسن، چون خزانه خالی است، فریاد مستضعفان بلند شده، پول دادن یارانه رو هم ندارن. خب آقای سازگار، از اون چه که آقای نوریزاده گفت و خبرها و گزارش‌های دیگه‌ای که منتشر شده، به نظر میرسه استراتژی یا تاکتیک یا هر دوی جمهوری اسلامی اینه که این مذاکرات انجام بشه، به توافقی که بیشتر مطلوب جمهوری اسلامی رسیده بشه و اون پول مورد نیاز رو برای حفظ حکومت یا هر چه که هست به دست بیارن و باز بازی از سر، یعنی باز دور طولانی مذاکرات. این یه طرف قضیه. طرف دیگه غربه که دست تهران رو خونده و زیر بار یا با این سیاست کنار نمیاد. این رو در حرف بسیاری از مسئولان شنیدیم، حتی کانادایی ها، که ما ساده لوح نیستیم، به همین معنی که چون این ترفندی رو کاملا شناختیم و میدونیم. ارزیابی شما رو میشه ببینید. یک چیزی کلانشه که دنیا از ایران میخواد، 5 تا محور داره که غنی‌سازی رو باید در آخرین مرحله اجازه میدن در سطح محدود با زیر 5% داشته باشه، مثل معاهده پاریس مثلا 3500 تا سنتریفوژ رو اجازه داده بودن، ذخایر اورانیوم غنی شدهش رو. این هم جاییست که اسرائیل هم اعتراض داره، میگه اصلا بالکل باید ممنوع بکنید، ولی ظاهرا دنیا قبول داره. حتی فرانسه هم 4 شرطی که اعلام کرده نگفته بالکل ایران حق غنی سازی نداره، میگن ولی غنی سازی میتونی بکنی، ولی زیر 5%، مقدار محدود، زیر کنترل. هم نکته دوم از ایران میخوان که
ذخایر موجود 20 درصدیش رو که 200 کیلو هست بفرسته بیرون از ایران اکسیده بشه و مطمئن باشن که نمیخواد در درصدهای بالاتر غنی کنه، عراق رو متوقف کنه و الحاقیه NPT رو امضا کنه که بازرسای آژانس هر وقت بخوان بیان بازرسی کنن همه جا رو و به اصطلاح وریفیکیشن بکنن. به این حرفای کل به اصطلاح بحثای اساسیه، ولی این مذاکرات ژنو یه قدم اومدن در واقع ما قبل این به اصطلاح فریز در برابر فریز، توقف در برابر توقف. دارن به ایران میگن چون تو استاد وقت تلف کردن بودی الان بیا امضا کن که همینجا وای میسی، نه سنتریفوژ اضافه میکنی، نه حتی 20 درصدی دیگه غنی میکنی، عراق رو متوقف میکنی، همه این کارا رو میکنی، 6 ماه ما هم میایم بازدید میکنیم، مطمئن باشیم تو این قول تو زیرش نزدی. در مقابل ما هم هر تحریم جدیدی رو گذاشتن متوقف میکنیم، تحریم جدید نمیگذاریم، یک چیزم روش بهت میدیم، از این پولای خودت که تونستی 1,000,000 بشکه نفت به دلیل تحریم ها بفروشی به جای 2,000,000 بشکه سهمیت، 50 میلیارد دلار پول ایران نزد هند، چین، کره جنوبی، تا حدی ژاپن و بعضی کشورهای دیگه بلاکه شده است به دلیل تحریم‌های آمریکا. میگن از همین پول خودت آقای اوباما توی جلسه روز چهارشنبه با سناتورهای آمریکایی گفته بین 6 تا 7 میلیارد دلار رو فقط آزاد می‌کنیم. ایران میگه حداقل 25 میلیارد دلار نصفش رو آزاد کنیم من بزنم به زخمم، پول خودم. واقعا آقای چالنگی من وقتی اینو می‌بینم فکر می‌کنم اگر 1% فقط این مجلس خبرگان قرار بود به وظیفه قانونیش عمل بکنه، آقای خامنه‌ای رو بعد عزل می‌کرد. خب چه جور رهبری است که مملکت رو آورده یه جایی که هیچ پوانی نگرفته، هیچ امکانی نداره، الان فقط باید بشینه التماس کنه که پول خودمو، اونم تازه نصف نفت و حق داره به خودشون که نه، پول مردم، یعنی در بله، یعنی پول خود مملکت رو، پول مردم ایران، پولی که بعد به زخم دوا و دارو و همین آقای سازگارا اگه قراره به زخم مردم بزنن فعلا تا گرفتن اون پول ها، این پرسش برای خیلی هست، از این 95 میلیارد دلاری که زیر نگین ایشون هست از اینها چرا به زخم مردم نمیزنن به سفره برن تا بعدن ببینیم این مذاکرات به کجا میرسه، اون بقیه پول مردم آزاد بشه، یا از اون میلیاردهایی که در حساب های امثال آقای زنجانی و بقیه هست چرا از اونها خیلی خوبی. آقای زنجانی مدعیه که میگه به دلیل اینکه مشمول تحریم امریکا و اروپا واقع شده، زنجانی چی؟ ولی مال آقای خامنه‌ای چند میلیارد دلار پول وزارت نفت ایران توی حساباش تو خارج مونده، اونم البته اشکالات داره، دروغ میگه ظاهرا یه جایی شو، ولی آقای خامنه‌ای خیلی سوال خوب، این سوال رو باید پرسید. البته ایشون 95 میلیارد دلار ثروت کشور فقط تو یه سازمان زیر نظرش ارزش دارایی ها، ولی به دلیل سوء مدیریت همین ها هم نمیچرخه و بعدم احتیاج به اون ارزه دارن، ارز خارجی که تزریق بکنن تو همین مجموعه های خودشون، یعنی برای گردوندن همین ثروت 95 میلیاردی هم احتیاج دارن. من با شما موافقم، یعنی آقای خامنه‌ای اگر دستش برسه دوباره پول داشته باشه معلوم نیست تازه چیزی گیر مردم بیاد، ضمن اینکه به شرارت‌های خودش ادامه خواهد داد، به خرج یه بخش زیادیش خرج قشون حزب الله میشه در لبنان که ایشون پولشو میده، مزدورای عراقی که اونجا در میفرستن به سوریه دارن میجنگن، و خرج بشار اسد میشه و غیره یا سرکوب مردم. اون واقعا حرف درستی است و توقع درسته است، ولی الان مراد من اینه حضرات نشستن در ژنو که ما این کارو بکنیم. البته از یه موضعشون هم عدول کردن، 10 سال 4 سال 5 سال لااقل میگن اول دنیا بنویسه که غنی سازی ما رو به رسمیت میشناسه، حالا چون محکم آقای کری هم گفته که نه ما همچین چیزی رو اول نمی‌نویسیم، آقای ظریف رفته یه فرمول گیر آورده میگه اصلا در انبیا تکبری نیست، ما میریم پیش درخت
اصلا نمیخواد بنویسیم. توی خود معاهده NPT هست، خب حق ما، بنابراین ننوشتن هم مهم نیست، میخوام کوتاه بیان در واقع. ولی به هر حال مراد من این است که از این ژنو حد اکثر یک توقف در برابر توقف باید انتظار داشت، که خبری که من دارم این است که پیشاپیش هم ایران عراق رو تقریبا متوقف کرده، فوردو رو نیمه تعطیل کرده، پارچین رو پاکسازی کرده که اگه بخوان برن بازدید کنن بگن باشه، که هر جوری هست یه توافقنامه ای برسن بگن که خیلی خوب یه بخش از پول مثلا آزاد بشه. آقای نوری‌زاده، آقای ظریف اشاره کرده، چون ما که خبرگزاری هم منتشر کرده، گفته من عامل پیام مردم ایران هستم. خب این مردم ایران، مردم کردستان هستن، مردم بلوچستان، مردم خوزستان، اصفهان، همه سراسر ایران زمین عزیز. در کردستان آوین عثمانی در اثر اشتباهی گفته پلیس شلیک میکنه کشته میشه، دختر نازنین کرد 19 ساله برد. و 6 کرد در انتظار، کرد ایرانی در انتظار اعدام هستن، به سلولای انفرادی رفتن. اونسوتر در بلوچستان میبینیم به چه شکل هست. در شهرهای دیگه در خود تهران بسیاری در زندان هستند، در انتظار تهدید اعدام هستند. اینها ما یا پیامشون همین پیامی است که آقای ظریف میبره؟ تصور نمیکنم جناب چالنگی. یعنی اولا یک سوالی برای من جالبه، آقای ظریف به عنوان وزیر خارجه، رئیس دیپلماسی ایران، طبیعتا میتونه خطاب بکنه با خارجی ها، با جامعه بین‌المللی صحبت بکنه. اما اگر ایشون نماینده مردم ایرانه، پس سید علی خامنه ای چه میگوید؟ یعنی منظورم اینه که اگر پیام ملت ایران به دنیا اینه، ولی پیام رهبر جمهوری اسلامی سگ نجس استکبار، صهیونیستای فلان، آمریکای جهانخوار چیه؟ آقای ظریف داره میگه ما ملت متمدن، در دی ان ای ما آزادمنشی، آزادگی، مقاومت در برابر ظلم، تیرنی در برابر استبداد و استکبار وجود داره. چطور این نماینده ملت ایران از استبداد مطلقی که بر مردم ایران حاکمه چرا صحبت نمی کنه؟ اگر نماینده واقعی ملت ایرانه، 100% باید بیاد بگه این حکومتی که بنده الان وزیر خارجشم جبارترین حکومت تاریخ ایرانه، که اینطور به جان ملت ایران و وحدت ملیش افتاده و میخواد ایران رو تجزیه کنه. باور کن آقای چالنگی، وقتی اردوغان رو دیدم دست در دست آقای بارزانی در دیاربکر برای اون هزاران انسان صحبت میکرد، افسوس خوردم، به خودم لرزیدم که چطور اونا اینقدر درک دارن مشکل کردا با ترکا، مشکل خیلی ریشه‌ایه، در حالی که کردها در ایران صابخانن، اولین امپراتوری ایرانی رو تأسیس کردن، مشکلی ندارن به عنوان اینکه بگن صابخانن. ولی ببینید با کردها ایرانی چه میکنن، با بلوچ ایرانی که ما تو اسطوره رستممون از اونجا میاد، ببینید چه میکنن. یه نامه من برام فرستاده آیت الله کاظمنی بروجردی از زندان با عنوان پسر عم عزیز، خیلی دردناک بود این نامه برای من. یک روحانی که میگه آقا جان من میخوام خدا رو عبادت کنم، دینم رو آلوده سیاست نکنم، کلاشی نکنم، نمیخوام مافیا باشم، میخوام خدا رو عبادت کنم، میخوام مردم رو به آموزه های درخشان دینم آشنا بکنم. تو زندان شکنجش دادن 7 سال 6 ساله، اون بلاها رو، انواع اقسام بیماری ها رو گرفته. این حکومت چجوری ادعا میکنه که نماینده ملت ایرانه، نماینده همه اقشار ملت ایرانه؟ ایناست که من سر ژنو، شما موضع من رو دیدید، من گفتم آرزو میکنم به توافقی برسن، کمی از بار این تحریم ها کاسته بشه، مردم نفسی بکشن. ولی وقتی ادعای گنده گنده میکنن، وقتی آقای خامنه‌ای میاد میشینه، خطوط قرمز، کدوم خط قرمز؟ من آقای نوری‌زاده، مگر آقای خامنه‌ای نگفته بودن، یا خود آقای روحانی، یا همین آقای محمد جواد ظریف، که دولت با اختیارات تام و مستقل وارد مذاکرات ژنو میشه و اتمی در آغاز دولت روحانی؟
پس چه شد که یک مرتبه آقای خامنه‌ای دوباره تعیین کننده شد با چنین ادبیاتی که در احتمالاً دی ان ای ایرانی ها نیست عموماً، یعنی در دی ان ای بیشتر شبیه ادبیات آقای قذافی بود تا بله بله گفت شاه فقید، گفتن در هر امری مداخله میکنه، در انتخاب فرماندار و نمیدونم بخشدار و در همه امور. ولی الان با یه پدیده روبرو هستیم که ایشون حتی میره سردوشی درجه داران دونه پایر هم میره میده، نمیدونم کلانتر میخوان یا کد خدا انتخاب بکنن، باید با نظر مقام معظم رهبری باشه. و وقتی میخوان امام جمعه یلغوزآباد رو انتخاب بکنن باید مراتب ارادتش به مقام معظم ثابت شده باشه. خب این چیه؟ این چه حکومتیه که رهبرش خدا شده؟ اگر شاه ذل‌الله بود ایشون خود خدا شده. و حکومتی که 18 میلیون مردم رفتن رأی دادن به رئیسش میخواد بره تو ژنو برای نجات خود نظام در درجه اول یه توافقی بکنه، بدرقه راهش ناسزاهای آقای خامنه‌ای و حرفهایی است که ملت ایران ننگ دارد کسی به عنوان رهبرش این حرفا رو به جهانیان بزنه. بله اشاره کردید به آقای ظریف، اگر واقعا توجه می داشت اشاره کردید که می اومد و می گفت وزیر خارجه حکومتی است که چنین نقض حقوق بشر می کنه و به طور مستمر. آقای نوری‌زاد اقادیر مراکش، شما رفتین و شهرهای دیگه مراکش در کنفرانسی که بود در اونجا کمیته اسلامی سازمان و کنفرانس اسلامی، این همین صحبت ها رو با آقای کمال خرازی وزیر خارجه وقت داشتیم که اون موقع آقای مصباح تازه به صحنه اومده بود و ایشون میگه شما چرا به ایران میان؟ گفتیم شما اول تکلیف آقای مصباح یزدی رو روشن کنید بعد خواهیم اومد، و خود شما هم چندان در امن نیستید در دست همسال آقای مصباح. به هر حال چنین هست، یعنی سیاست ظاهرا به نظر میرسه آقای سازگار تعیین کننده وضعیت سیاست خارجی ایران یک مرکز نیست و یک نهاد نیست، از امثال مصباح یزدی میتونه اثرگذار باشه تا آقای خامنه ای تا بقیه. چه کسی پشت مذاکرات ژنو هست؟ چه سیاست هستی آقای سازگار؟ بله این تعدد دستورات یک سرش هم سپاهه، یک سرش هم الان توی مجلس گروه های کار به مداهای سرشناس رسیده که یک پای سیاست ایرانند و مداهایی که با فحش و فضیحت حرف میزنن شاید از هر وزیر خارجه الان تعیین کننده تر شدن در مسئله سیاست های کشور. بر صورت تو خود بیت آقای خامنه‌ای هم یادمون باشه که چند جناح الان شکل گرفته، یعنی ایشون عرضه اداره بیت خودش رو هم نداره. دیروز دیدم آقای پناهیان که به از کاردستی های آقا مشتبه به سر ایشونه صحبت کرده بود که آی دنیا رو فقط سجونیست ها اداره می کنن. یک تئوری توطئه مبسوط که کاملا تصور یک بخشی از اون حکومته و مرادم همینیست که میفرمایید مقدار زیادی چندگانگی در حکومت هست. اتفاقا همین کیفیت آقای چالنگی هر نوع توافقی هم که صورت بگیره در ایران با دشواری پیش خواهد برد، آنچنان که قبلا هم بود، یعنی همون موقع که آقای روحانی رئیس تیم مذاکره کننده بود مطالبی رو امضا میکردن قول و قرار میگذاشتن خود اعضای تیم ایشون اون موقع میگفتن، میگفتن ما بعد میریم تهران سنگ روی یخ میشیم، اونجاهایی که خود سایت های هسته ای دستشونه مثل سپاه و اینا همکاری نمیکنن و هر کاری دلشون بخواد میکنن. الان این مسئله سایت هفته تیر که سازمان مجاهدین خلق افشا کرد، ولی قبلا اصلا جزو تحریم های امریکا و تحریم های سازمان ملل این سایت قرار داشت در مبارکه اصفهان، ولی ادعای جدید این سازمان این است که 600 متر تونل ساختن و اون تو چون قبلا هم مطرح شده بود که قطعات سنتریفوژا و اینا اونجا ساخته میشه و اون توی کارهای دیگه هم دارن میکنن. حالا این سایت من مطمئنم خود آقای روحانی رو راه نمیدن بره، چه برسه به این که حالا فردا که دنیا بیاد بگه من میخوام برم اینجا رو بازدید کنم این آقایان سپاهی که اونجا دستشونه درشو باز کنن بگن که
بازرسای آژانس هر لحظه با هر زمانی میخوان برن اونجا. بنابراین دشواری ها در اجرای چنین قراردادی که دنیا در واقع میخواد مو رو از ماست بکشه در عمل تازه دیده خواهد شد. الان همین قدم اول در واقع به اشکال خورده. این رو هم عرض کنم، در واشنگتن بعد از اینکه 6 تا سناتور، 3 تا سناتور دموکرات، 3 تا سناتور جمهوری خواه که همه از اجل علمای سنای امریکا هستن و خیلی هم سرشناسن، نامه دادن علنی به دولت آقای اوباما که به هیچ وجه نباید تحریمی رو برداری قبل از اینکه ایران کلا بساط هسته‌ایش رو جمع بکنه. بعد هم که ملاقات کردن با آقای اوباما، در واقع آقای اوباما ریش رو گذاشته، فوق‌العاده آبروی سیاسی خودش رو گذاشته که این تحریم‌های جدید رو شما تصویب نکنید، من با ایران به توافق میرسم، چون و قولم داده که 6 میلیارد 7 میلیارد بیشتر پول آزاد نکنید. من نمیدونم کنگره امریکا رو اگر توافقی حاصل نشه چجوری اوباما میتونه دیگه نگه داره، چون به احتمال زیاد تحریم‌های جدید رو که فروش نفت ایران رو به 0 یا 500 هزار بشکه میرسونه و البته فصل 1ش هم راجع به حقوق بشر مطرح هستش، ممکن است که از پیامدهای مذاکرات ژنو این باشه که این در امریکا به تصویب برسه، اون وقت کار دشوارتر خواهد شد. در باره سایت جدیدی که آقای سازگارا اشاره کردن و سازمان مجاهدین، خب خبرهای منتشر شده در خبرگزاری های مختلف، جزئیاتش وجود داره روی سایت های مختلف قطعا که میشه، و همینطور در مورد سایت های دیگه و درباره برنامه اتمی ایران وبسایت های مختلفی هست که میشه مراجعه کرد، اطلاعات گسترده ای رو از طریق سایت های خود سازمان ملل، سازمان انرژی اتمی، سازمان بین المللی انرژی اتمی، آژانس بین المللی انرژی اتمی میتونید مراجعه کنید و اونجا اطلاعات دقیقی رو به دست بیارید. آقای نوریزاده، به گفته آقای پناهیان جهان رو صهیونیست‌ها اداره میکنن، اما ایران رو اونطور که جمهوری اسلامی میگه به طور مستقل هست، تحت حکومت روحانیت شیعه هست. چرا به چنین روزی افتاده که میبینیم الان همین الان گزارش جدید مجمع سازمان ملل متحد در مورد نقض حقوق بشر هست در مورد ایران مجددن ابعاد گستردش؟ خب آیا واقعا جهان وضعیت حقوق بشر در ایران رو فراموش کرده، تحت شعاع مسئله اتمی ایران قرار گرفته؟ چی هست؟ یعنی اولا من باید اینجا واقعا بگم تو این جهان معامله‌گری و ضمایر انسانی رو به دلار فروختن، موضعی که دولت کانادا داره واقعا محل تقدیره. کانادا زمانی که زنده یاد دکتر زهرا کاظمی شهروند کانادایی ایران عصر رو سعید مرتضوی و اوباشش مورد تجاوز قرار دادن و به قتل رسوندن، و بعد از اون که متوجه شد که لانه جاسوسی جمهوری اسلامی در کانادا تنها کاری که نمی کنه کار دیپلماتیک است، روابطش رو قطع کرد، ولی آنی چشمش رو از ایران بر نداشت. الان هم نگاه میکنیم میبینیم کانادا یه نقش بسیار مؤثر داشته در آنچه مجمع عمومی به تصویب رسونده در سازمان ملل، گو این که صفت تنفیذی و اجرایی نداره ولی بسیار با اهمیت، رژیم رو از آرایش کردنهای گاه به گاهش اوریان میکنه، روژ رو پاک میکنه، وسمه رو پاک میکنه، کلاگیس رو ور میداره، میگه این قیافه رژیم جمهوری ولایت فقیه. اما آنچه فرمودید در مورد اداره جهان توسط صهیونیست‌ها، این افسانه‌ای که جمهوری اسلامی آقای خمینی راه انداخت و رژیم شاه روی رژیم وابسته به آمریکا قلم داد کرد و عملا دیدیم این رژیم وابسته رو آمریکا چه نقش مؤثری در سقوطش داشت، البته در کنار انقلاب و غیره، و بعد دیدیم این رژیم آمریکا، رژیم‌های وابسته، دیدیم مبارک رو چه جوری رها کرد، بن علی رو چه جوری رها کرد و در واقع رفت با مخالفانش ساخت، همونطور که در ایران ساخت در مصر هم این کار کرد. اما اینکه صهیونیست‌ها جهان اداره میکنن، با
باید آقای خامنه ای بگوین عمامه رو کمی بالاتر بذارن، کار رو به جایی رسوندن که صهیونیست‌ها جهان رو اداره کنن. در سال 1979 صهیونیست‌ها ایران رو اداره نمی‌کردن، در دشت قزوین و در زنجان گاو صادر می‌کردن، زمین رو کمک به کشاورزی مدرن می‌کردن و یک مجتمع زراعتی عظیم در کرج و در زنجان درست شده بود با نظر کارشناسان اسرائیلی. در کار طب به ایران کمک می‌کردن، در کار ساختن تسلیحات همکاری می‌کردن، ولی ایران رو اداره نمی‌کردن و ایران سیاست مستقل داشت. در 1973 در کنار سادات هواپیماهای روسی رو اجازه داد از روی ایران اسلحه برای مصر ببرن، نفتکش‌های ایران به مصر نفت رسوندن که در جنگ با اسرائیل بعدم شاه موضع تندی علیه اسرائیل گرفت و گفت زمین‌های اشغالی رو باید تخلیه بکنید. جمهوری اسلامی برای فلسطینیا چیکار کرده؟ دوگانگی، از هم جداشون کرده، حماس رو تقویت میکنه علیه دولت قانونی آقای ابو مازن. در منطقه چه کرده؟ لبنانی رو که داشت به سلامت میرسید با اون تلاشا بیروت دوباره، شما 2002 رفتید لبنان رو دیدید، لبنان رو حریری دوباره ساخت، دوباره لبنان درست شد. امروز لبنان به چه روزی افتاده؟ اون سوریه، اون عراق، اون یمن، هر جا فتنه ای هست پای این نظام است. اون وقت جهان رو صهیونیست‌ها اداره میکنن. به صهیونیست‌ها چه ربطی داره شیخ ابراهیم انصاری رو شما میفرستید و حاج رضا رو میفرستید در بیروت که با حزب الله برن ترتیب آدمکشی بدن؟ چه ربطی داره به صهیونیست‌ها؟ ساده، هر وقت هم اتفاق میفته آقای غضنفر رکن‌آبادی سفیرشون، بله این کار صهیونیست‌ها بود، نه این کار اونایی بود که بچه‌هاشون رو حزب الله، دار و دسته سپاه، اصحاب اهل حق، حزب الله عراق در سوریه کشتن. این صحبت این آقای نوری‌زاده که اگر خیلی خوب ایران که الان زیر سلطه روحانیت شیعه هست، صهیونیست‌ها که نیست، بله چرا محتاج نان هستن؟ صهیونیست‌ها جلوشو گرفتن، چون این فقر گسترده ای وجود داره. بله صهیونیست‌ها توطئه کردن، مزرعه زنجان و مزرعه قزوین رو خوش کردن، دیگه از اونجا گندم نمیاد، شیر گاو هم نمیاد. گاوای اسرائیلی همشون گاوای ریموت کنترلی بودن، اسرائیل با ریموت کنترل نابودشون کرد. بی ارزگی و حماقت مدیران کشاورزی مملکت رو به اینجا رسون، بی ارزگی مدیران صنعتی مملکت رو به اینجا رسون. آقای سازگارا به نظر میرسه که مسئله نقض حقوق بشر که یک زمان محور سیاست خارجی آمریکا بود و بسیار دیگه از کشورها به خصوص در مورد ایران اشاره کردن به پیش از انقلاب آقای نوری‌زاده، الان چندان جدی گرفته نمیشه. زندانیانی که در انتظار اعدام به سر میبرن، وضعیتی که بینندگان ما بهتر از ما میدونن چه وضعیتی هست، وضعیت بله، آیا واقعا همینه یا اینکه نه منتظر فرصتی هستن به خصوص آمریکا، به خصوص کشورهای غرب؟ ببینید البته آمریکا که میگیم یادمون باشه یک کل یک پارچه نیست آمریکا. همین صهیونیست‌ها که خود اینم باز ناشی از کم دانشی مقامات ایرانه که جامعه یهودیان امریکا رو میخوان که محدود بکنن به یکی از سازمانهاشون که زاینیزم یا صهیونیزم هستش، در حالی که بیش از 50 و چند سازمان مهم انجمنها و سازمانهای مهم یهودیان امریکاست، اقلیت تحصیل کرده با نفوذ و ثروتمندی هستن در امریکا. ولی اینطور نیست که اون تئوری توطئه عجیب غریبی که آقایون دارن فکر کنیم که این جامعه یهودیان امریکا امریکا رو داره اداره میکنه. اصلا اینطور نیست. نفوذهایی دارن، لابی آیپک رو دارن، مثل ده ها گروه دیگه. ایرلندی ها هم در امریکا لابی با نفوذی، خود جمهوری اسلامی هم لابی بله بله داره در واشنگتن، کلی هم خرج میکنن، ولی خب البته ضعیفه نسبت به لابی بازنشستگان امریکا در واشنگتن، شاید قوی ترین نیرومندترین لابی که در واشنگتن کار میکنه. بنابراین اولا اینطور نیست که فکر کنیم دنیا یک هیئت مدیره داره، اونم یه تعداد یهودی هن. همه
سیاستمداران دنیا غلام حلقه به گوش اینهان و در واقع جلوی پرده فقط قاسم کوری در میارن، پشت پرده اینها همه سناریو نوشتن. این تفکر آقای خامنه ای این شکلی است، اصلا اینطور نیست. در امریکا هم ببینید دولت اوباما الان با این استدلال که من فقط باید روی اتمی متمرکز باشم، تحریم ها را هم روی اون تمرکز بدم برای اینکه این رو متوقف کنم، منطقه خاورمیانه و صلح دنیا در خطره، میگه من هیچ چیز دیگه ای رو نباید نزدیک کنم به این تحریم ها، برای اینکه ایران وقت ممکنه وای نسه از داستان هستیش. اگر ببینید که ما داستان حقوق بشر هم بهش وصل کردیم. این سیاست خیلی منتقد داره در امریکا. دیروز دیدم آقای ناتان شارانسکی که از زندانیان بسیار سرشناس شوروی هست و یهودی ایشون در اسرائیل هم الان زندگی میکنه، مقاله رو در وال استریت جورنال نوشته بود و آغشته به خاطرات خودش که اتفاقا کمونیست ها و دولت شوروی نه به دلیل اون حرفایی که در واشنگتن وزارت خارجه امریکا میزد که ما فقط محدود کردن سلاح های هسته‌ای مد نظر اون پیمان سالت و اینها، بلکه اتفاقا به دلیل فشار روی حقوق بشر و دموکراسی آخر سرش ساقط شد. لو به حرف آقای شارانسکی بود. امثال این قبیل انتقادات رو کنگره امریکا هم به دولت اوباما داره. همین هفته گذشته مجلس نمایندگان امریکا نامه‌ای رو امضا کردن که خواستار آزادی کشیش سعید عابدینی شدن که در زندان و رفتار انسان مدارانه با اقلیت‌های دینی در ایران، اعم از یهودی و مسیحی و بهایی و اهل سنت و دراویش و غیره و غیره. در امریکا مراد من این است که دولت الان دولت اوباما با این استدلال کم توجه به داستان حقوق بشر، ولی کنگره اینطور نیست، بسیاری سازمان‌های غیر انتفاعی اینطور نیستند، اندیشکده ها اینطور نیستند، داخل خود دو حزب امریکا اینطور نیست و اینجا به هر حال کشوری است که یک تنوع آرا هست و اتفاقا گاهی زد و خوردهای سنگینی هم میشه، از جمله راجع به ایران همین اختلاف نظرها هست. بله، مورد من سیاست دولت بود، سیاست خارجی دولت پرزیدنت اوباما هست. برای برخی از بینندگان که احتمالا این کلمه رو نمیشناسند یا حتی یک یا دو بیننده هست، من لازم توضیح بدم کلمه لابی عبارت از دفتر مرکز، مجموعی از افرادی هستند که کارگزاران سیاستی هستند یا تبلیغ کننده موضوعی یا هرچه که هست در واشنگتن از طریق ارتباطاتشون که با دولت مردان و قانونگذاران آمریکایی دارن. اون کارش رسمی دفاتری هست، کارشون این است گاه میلیون ها میلیون دلار میگیرن برای اینکه مثلا در دور پیشین پیش از جنگ داخلی سوریه دولت سوریه رو تطهیر کنن در ارتباط با لبنان یا مثلا دولت های دیگه، و کارگزاران جمهوری اسلامی نیست به گواه اسناد و مدارک منتشر شده با میلیون ها دلاری که از تهران دریافت میکنن ظاهرا موفق هم نشدن که سیاست جمهوری اسلامی رو در واشنگتن کاملا بقبولونن و پیش ببرن. این هم هست، توضیح دادن برای برخی از بینندگانمون. اما آقای نوری‌زاده خاطرتون هست در دور اول مجلس قانونگذاری در جمهوری اسلامی یکی از نمایندگان تازه کلمه فئودالیستا باب شده بود در مجلس مطرح میکرد راجع به بندی مربوط به زمین ها. این فئودالیست ها رو خب گناهی هم نداشت، تازه با این کلمه داشته میشه فوتبالیست ها میگفت، ولی امروزه خب میبینیم کلمه صهیونیست ها رو به راحتی تلفظ میکنن. حضرت امام هم، بله حضرت امام هم از استعمار 2500 ساله آمریکا صحبت فرمودن، اینم بود، یعنی از این چیزا ما زیاد دیدیم. آقای خلخالی کتاب در آوردن کوروش کبیر رو گفتن در جوانی راه زنی پیشه کرد، راه زنی رو خونده بود، راه زنی گفت اون کاره بوده کوروش. از این معجزات و از این بارگاه ولایت ما خیلی چیزا دیدیم. من یه نکته رو راجع به لابی بگم، میدونم وقت زیاد نداریم آقای چالنگی. در همین تحقیقاتی که وزارت خزانه داری آمریکا درباره بنیاد علوی کرد، اون دوست مشترک من و شما که خدا حفظش کنه به خاطر
اسنادی که در اختیار دولت آمریکا گذاشت و کمکی که کرد به وزارت خزانه داری به خاطر موقعیت حساسی که در بنیاد داشت، 140 میلیون دلار فقط در عرض 4-5 سال جمهوری اسلامی به عده ای از آقایون و خانوم ها در جاهای مختلف، انستیتوهای واشنگتن، دانشگاه ها پول داده بود. یعنی طرف بابت یک کاغذی برگه، گفتم برای اینکه ما مدرک داشته باشیم شما یه صفحه برای ما راجع به اقتصاد بنویسید، اونم گفت بابا نان داد، مادر نمیدونم آش داد، 120 هزار دلار رفته بود حسابش. بله، از این پولا از کیسه ملت ایران خیلی رفت که در دنیا عروس زیبایی رو با چهره زیبا بزرگ کرده و آرایش رو با قامت مناسب به عنوان جمهوری ملت فرنگ معرفت. 200 میلیون دلاری بود که گفته میشد شرکت مشترک آقای ظریف هم مرتبط بود با اون داستان. بله، اون یک داستان آقای ظریف و آقای انصاری، آقای خرازی که بنده آغاز آمدن آقای ظریف سوال کردم که شما به عنوان یک ایرانی متمدن و درس خونده موظفید برای مردم بگید این بنیاد میثم و این پولایی که شما گفتین چی شد. حالا آقای ظریف ممکن توجیه کنه، بله ما رفتیم مثلا در فلوریدا یه بیمارستان ساختیم برای زنان بی شوهر که مریض سرطانی هست، نمیدونم ممکنه از این کارهای خیریه خیلی کرده باشن، اما برای مردم ایران توضیح بدن این 130 میلیون دلار چه شد. آقای خرازی توضیح بدن آیا هزینه تحصیل فرزندانشون از این طریق پرداخت میشه یا از طریق حقوقی که در دفتر نمایندگی سازمان ملل میگیره. آقای نوزده، مثال قدیمی است، خیری که خانه رواست به مسجد حرام است. بله. در لبنان چه میکنن؟ چرا جنگ سوریه دامنش به نزدیکی های سفارت جمهوری اسلامی در بیروت کشیده شد؟ جناب چالنگی، بعد از انفجار آقای قزنفر رکن‌آبادی سفیر جمهوری اسلامی که دیپلمات با سابقه ای هم است، ایشون قبلا هم 4 سال در لبنان کاردار بودن، نفر دوم بودن، ایشون حرفی زد منو لرزوند، گفت ما برخلاف دیگران به مصالح ملیمون فکر نمی کنیم، به مصالح مردم ایران فکر نمی کنیم، ما مبادع و اصول رو دنبالش میدیم و به خاطر این اصوله که در سوریه پرانتز کوت من میگم اینجا که در جنایات بشار اسد علیه ملت سوریه و کشتن 140,000، کشتن 1500 کودک و جوان و پیر و جوان با سلاح شیمیایی مشارکت داریم. بله، ولی ایشون فرمودن به این دلیل ما در سوریه هستیم، دفاع از مبادع و اصول. آقای حسن نصرالله هم گفت سوریه سنگر مبارزه درباره فلسطینه و فراموش کردید مرگ بگه چطور جولان در اشغال سوریه است و از 1973 تا حالا رژیم پدر و پسر بشار یه گلوله به جولان نزدن، مردم دیگه کشته بشن به خاطر اونا، جنوب لبنان بمباران بشه، اما در سوریه در جولان یه تیر نزنن. اینه که این به نظر من نمایشات و این بازی ها به پایان رسیده و دیگه دنیا میشناسه جمهوری اسلامی در لبنان یعنی مرگ، ویرانی، توطئه، دشمنی. مردم لبنان حتی شیعیان بیزارن و علامه بزرگ علی الامین صراحتا میگوید آقا ما پیرو خط امام موسی صدر هستیم نه حسن نصرالله. خب بله، یعنی پس با این حساب این نوزه دیپلمات با سابقه در جمهوری اسلامی معنی خاص خودشو پیدا میکنه. بله، این که هر چه دیپلمات تر در جمهوری اسلامی جداتر و دورتر از منافع و مسائل ملی. ایشون فرمودن رسما مسائل ملی مهم نیست. بله. ما دنبال مبادع هستیم. بله. آقای سازگار، مجموعه این سیاست خارجی رو هر چه که هست، هر کی که پشتش هست، از عزاداران از کنم مسجد نارمک بگیری تا آقای محمد جواد ظریف و بقیه آقای خامنه، این مجموعه این سیاست از واشنگتن وقتی بهش نگاه میشه صراحتا گفتن یکی از دیپلمات های با سابقه شون که ما دنبال مسئله ملی نیستیم، اما گاهی وقتا همین آقای ظریف میگه من به نمایندگی مردم ایران اومدم به ژنو، واقعا چه ارتباط، چه محصولی برای سفره مردم و مردم ایران داره حیثیت اعتبار ایران ایرانی در عرصه بین المللی حتی در میون کشورهایی که اسلامی خونده میشن؟
به حال انفجار بیروت با اطلاعیه‌ای که این گروه وابسته به القاعده منتشر کرد و اعلام جنگ کرده به ایران و گفته از این به بعد بساط همین است، به نظر من وارد فاز جدیدی شده. جالب هم است که بعضی خبرگزاری ها گفته بودند که خود این گروه رو ایران سال 2003 خودش درست کرده و خودش بنیان گذاشته. به هر حال نیروی قدس سپاه که آقای قاسم سلیمانی در رأسش هست، وزارت خارجه دوم کشور ماست یا شاید وزارت خارجه اول کشور ماست و از منظر واشنگتن قماری که آقای اوباما من باید بگم بهش دست زده این است که دوستان و متحدین امریکا مثل عربستان رو، مثل اسرائیل رو در منطقه آزرده کرده، مثل مصر رو، به امید این که با مذاکره و دیپلماسی ایران رو در واقع مقداری از خر شیطون بیاره پایین، به تفاهم برسه، نه بر سر هسته‌ای تنها، بلکه راه باز بشه برای مهار فعالیت‌های تروریستی ایران در منطقه. من شخصا فکر کنم آقای اوباما قمار بازنده‌ای رو داره میکنه، برای اینکه قبلا هم رئیس جمهورهای امریکا بخت خودشون رو در این مسیر آزمایش کردن. آقای کارتر، آقای ریگان، آقای کلینتون، اینها رئیس جمهورهایی بودن که با همین خیال با جمهوری اسلامی نشستن، حرف زدن، کار به رفتن مشاور امنیت ملی آقای ریگان به تهران رسید، ولی به دلیل همون آشفت بازار و به دلیل اینکه رهبری کشور، چه آقای خمینی چه آقای خامنه‌ای، به این دشمنی‌های ایدئولوژیک احتیاج دارد و شعارهایی که داده میشه هیچ کدوم به جای نرسید، هیچ کدوم به نتیجه نرسید و آخرش هم سرفکندگی برای و دعوا در داخل واشنگتن برای رئیس جمهورهای امریکا به بار آورد. به هر حال آقای اوباما یک همچین قمایی رو کرده. الان آقای نتانیاهو در مسکو و داره با دلج امریکا در واقع با پوتین داره نرده اش میبازه. عربستان علنی انتقاد میکنه. مصر رسما با روسیه در واقع یک نوع جنگ سرد جدید. بله، یعنی اساسا این سیاست خارجی ایران شما کمتر از یک دقیقه با هم وقت داریم در ارتباط با منافع ملی نمیدونیم در مجموع سیاست خارجی ایران. نه خیر، سیاست خارجی ایران از روز ابتدا بر اساس ایدئولوژی گرایی انقلابی امریکا ستیزی و اسرائیل ستیزی بنا شده بوده، تا همین الان ادامه داره. چیزی که توش نیست منافع ملی اقتصادی و اجتماعی و سیاسی ایران. آقای نوری‌زاده کمتر از یک دقیقه وقت داریم، آیا این برداشت و این تفسیر درسته که سیاست جمهوری اسلامی منطقه‌ایش باعث نزدیکی کم سابقه اعراب و اسرائیل شده به عنوان اینکه خطر مشترکی رو اسم می‌کنه؟ بله، حالا اگر این نزدیکی فیزیکال نباشه و کنار هم نشینن و گفتگو بکنن، حداقل پیداست که اشتراک مصالح اونا رو به هم نزدیک می‌کنه. خیلی روشنه الان اسرائیل احساس خطر میکنه، میترسه آمریکا در یک بازی که به دفعات از این بازی ها کرده فراموش کنه که نگه داشتن دولت اسرائیل یکی از مسئولیت های رؤسای جمهوری آمریکاست، به گونه که اسرائیل رو یکی از ایالات آمریکا مخالفانش قلمداد میکنه، و در این حال کشورهای عربی که دهه ها با آمریکا پیمان استراتژیک داشتن، به خاطر آمریکا وارد جنگ شدن، به خاطر آمریکا امنیت خودشون رو به خطر انداختن، امروز میبینن عجب یک اشوه و رقص کوچولوی جمهوری ولایت فقیه چقدر آب دهان آقای اوباما رو راه انداخته. خب ناراحت میشن و طبیعی است اشتراک منافع پیدا میکنن با هم. اشوه ولایت فقیه. امروز آقای نوری‌زاده تو خط اصطلاحات من بسیار اصطلاحات جدید با سپاس بسیار آقای نوری‌زاده عزیز در لندن، با سپاس از شما و همینطور سپاس از آقای سازگارا در واشنگتن. باز یادآوری میکنیم در صورتی که به توافقی روشن، کاملا روشن در جهت مسائل ملی ایران، مذاکرات ژنو
دست پیدا کنه ما بلافاصله برنامه ویژه‌ای در ادامه تفسیر خبر خواهیم داشت. با امید به فردای بهتر، با برآمدن آفتاب از فراز البرز، توچال، سندوس، سبلان و الوند کوه، آسماری و کوهساران دراگ در فارس و تابشان بر فلات ایران زمین. روزگارتان خوش، دلهایتان هم بارد.